خوش آمدین. در این قسمت برنامه میخواییم در رابطه به حوادث طبیعی صحبت کنیم. این که زمستان هم فرا میرسه و چقدر تانستن از حوادث طبیعی، زلزله، خشکسالی و بعضی از موارد دیگر که شامل حوادث طبیعی میشن در این قسمت بعضی از امکانات را فراهم کنن. قسمی که شما هم میدانین افغانستان 12مین کشور زلزله خیز هست و 24مین کشور سیلاب خیز و همچنان از نظر خشکسالی 22مین کشور در جهان شناخته شده و تدابیری که در این زمستان گرفته شده به خاطر جلوگیری از بعضی از حوادث امروز خواستیم صحبت کنیم. بله، در قسمت برنامه همراه ما احمد تمیم عظیمی سخنگوی اداره حوادث طبیعی همراه ما هستند. میخواییم که بیشتر روی این موضوعات بپردازیم. سلام، خیلی خوش آمدین. صبحتان بخیر جناب عظیمی. بسیار تشکر. عرض سلام، صبح بخیر خدمت شما و بیننده هم دارم. بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردین. بیاین یک آمارگیری بکنین از آغاز سالی که شروع شده از سال 98 تا به ماه عقرب، چقدر شما حوادث طبیعی داشتین و تدابیر لازمی را که شما گرفتید؟ خب اساسا خدمت شما باید عرض بکنم که افغانستان جدا از اینکه یک جغرافیای حادثه‌خیز است، به شدت در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است. ما نه تنها در فصل زمستان بلکه در تمامی فصل‌ها، چهار فصل سال، شاید انواع حوادث طبیعی می باشیم، اما شدت حوادث و یا میزان حوادث در فصل زمستان بیشتر میشه، چون شاید برفکوچ و سیلاب و لغزش زمین، زلزله در این حال می باشیم. برای امی که ما در امی ماه عقرب، در ابتدای ما روزهای اولی ماه عقرب الا کنون بار شاید حوادث طبیعی بودیم در نقاط مختلف کشور و در کنار حوادث طبیعی شاید درگیری و حوادث غیر طبیعی شبیه جنگ‌های داخلی در ولایات مختلف کشور بودیم که بخشی از مسئولیت‌های ما در واقع هماهنگی و بسیج سازی منابع هنگام درگیری‌ها هم میتونه باشه که ما در این قسمت هم فعالیت‌هایی را داشتیم در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که برای متضررین ناشی از جنگ هم کمک رسانی بکنیم. بنابراین در ماه عقرب شاهد سیلاب‌ها بودیم، در پروان شما شاهد بودین، در مسیر رای پروان و بامیان، مسیر رای ننگرهار و کابل شاید بودیم که در ننگرهار از اثر خطا خوردن یک سنگ منجر به این شده بود که ما یک روز شاهد مسدود بودن رای مسیر کابل و ننگرهار باشیم. و به همین ترتیب در بدخشان شاهد از یک سو درگیری ها بودیم میان مخالفین حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی ما که ناشی از جنگ ها به تعداد 400 خانواده تنها از دری خستک بیجا شده داشتیم که بر از اونا رسیدگی صورت گرفت و در این حال به ولایت کنر شاهد درگیری ها بودیم که به او رسیدگی صورت گرفت و تعدادی از خانواده به ولایت ننگرهار از کنر بیجا شده بودند، تعدادشان هم به مرکز کنر آمده بودند از رسولی ناره ولایت کنر. به همین ترتیب ما شاهد رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی در ماه عقرب سال روان بودیم. یعنی چرا آخه تعداد دوستایی که در حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب میبینن و مهاجر میشن یا هم هجرت میکنن، بازم از شما و از اداره شما راضی نیستن؟ میگن که اصلا اداره حوادث طبیعی کار برشان نکرده، بخصوص در سیلاب ها که آسیب میبینن اصلا رضایت نشان نمیدن از اداره. خب عدم رضایت مردم یک امر طبیعی شده از نهادهای حکومتی و مخصوصا از اداره ملی مبارزه با حوادث طبعا نارضایتی ها میباشه. ما با این انواع حوادث که مواجه هستیم، یک اداره با این تشکیل کم، با امکانات کم، خیلی دشوار است برای همه از اینا رسیدگی کردن و پاسخدهی به موقع کردن. به اول لحاظ با توجه به همین مشکلات و همین کمبودی هایی که وجود داره در اداره ما، ولی تلاش به همین شده که ما در حداقل اگر روی کاهش حوادث طبیعی زیاد کارهای مؤثر انجام داده نتانیم، ولی بیشتر برای پاسخدهی توجه داشتیم که بتانیم به موقع برای متضررین ما، برای بیجا شدای ما پاسخدهی بکنیم. بر اساس شما گفتید که شما رسیدگی میکنید، امیر رسیدگی شما چی است؟ چگونه رسیدگی میکنید به کسایی که آسیب میبینن؟ ببینید ما اساسا بر مبنای سایکل حوادث حرکت میکنیم. سایکل حوادث یا محلقی حوادث است که در مرحله اول از او ما آگاهی دهی داریم که
مناطق آسیب پذیر را شناسایی میکنیم، آسیب شناسی میکنیم، بر اساس از او برای اهالی منطقه یا منطقه‌ای که آسیب شناسی میشه بر از اونها آگاهی میتیم که تا در این قسمت توجه داشته باشند که هنگام اگر سیل است، هنگام خواب از طرف شب آسیب نبینند، بنابراین در قسمت تحکیم کاری از این یا کاهش خطرات حوادث با ما همکاری داشته باشند. و مرحله دوم امو مرحله است که ما تحکیم کاری خود را آغاز میکنیم به دلیل از اینکه میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. یعنی این یک بخش مشخص روی از این داریم که ریاست وقایع و کاهش خطرات حوادث است. ما تا حال را در حدود امی سال گذشته 40 پروژه وقایعی کوچک را در سرتاسر افغانستان داشتیم، مخصوصا ولایاتی که خیلی آسیب پذیر بودند مثل پنجشیر، پروان، بدخشان که کوهستانی است، ولایت هرات، هلمند. شما میتونین که گزارش را دریافت بکنین از اونجا که از اهالی منطقه ما در مناطق مختلف ولسوالی ولایت هلمند در تبانی با اعضای کمیته حالات اضطراری ولایتی پروژه کوچک و قوی را تطبیق کردیم که با تطبیق پروژه تانستیم در واقع به صدها خانواده مسئولیت را ایجاد بکنیم. قسمی که در پنجشیر شما شاهد هستین، قسمی که در بدخشان مناطقی که نهایت آسیب پذیر بود، ما در هماهنگی با وزارت محترم شهرسازی جای دیگی را، یک منطقه مسئول را زمین تدارک دیدیم، بر از اونا تنظیم شد که تا یک منطقه را کلا انتقال دادیم به جای دیگی که او منطقه نهایت آسیب پذیر و در دامنه تپه قرار داشت. به همین ترتیب در بخش رسیدگی ما هم وقایع و کاهش خطر است و هم پاسخدهی است که ما جریان حادثه پس از اینکه اگر ما با توجه به وقایع و کاهش خطرات کار کردیم، اما مردم نهایت آسیب پذیر بوده، مناطق آسیب پذیر بوده، به اول لحاظ در جریان حادثه هم رسیدگی کردیم، پاسخدهی کردیم که اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث متشکل از 19 وزارتخانه و ادارات مستقل حکومتی هستند که جلسات مستقل حکومتی اونا با ما همکار هستند و مؤسسات ملی و بین‌المللی. همچنان شما در سال گذشته شاهد پاسخدهی ما در به متضررین خشکسالی بودین در تابستان سال گذشته، پاسخدهی ما برای متضررین سیلاب های زمستان سال گذشته بودن که هرات نهایت آسیب دیدن هموطنان ما در هرات، در فرا، فاریاب، کندهار، هلمند جایی بودن که نهایت آسیب دیدن و ما در هماهنگی با نیروهای امنیتی و دفاعی ما هم جان هموطنان ما را نجات دادیم و هم بر از اونها کمک رسانی کردیم. اتفاقا با توجه به این نارضایتی‌هایی که از سوی هموطنان ما است، ما بر اساس سروی سازمان ملل متحد از جمله کشورهای شناخته شدیم که در سال گذشته با توجه به بیجا شده‌هایی که ناشی از جنگ و از حوادث طبیعی بود در حدود 600 هزار انسان، ما هیچ فردی را خوشبختانه نداشتیم که در زیر کمپای ما جان خود از دست داده باشد. بله. و در رابطه با بودجه که تعیین شده 30 میلیون دلار هست و 26 میلیون دلارش به مصرف رسیده و 4 میلیونش دیگر مانده، این مبلغ را، این بودجه را شما در کدام قسمت ها، به خاطر که هواشناسی هم چنین پیش بینی کرده بود که این زمستان سخت ترین و پرحادثه ترین زمستان خواهد بود، از این بودجه شما در چی راستای استفاده کردید؟ خب بر مبنای اطلس آسیب پذیری حوادث در افغانستان ما ای بار پلان زمستانی خود را تدوین کردیم. بله. که در گذشته ما شاهد از این نبودیم که یک پروفایل یا یک اطلس حوادث مشخص ساخته شود در اداره ملی مبارزه با حوادث. اتفاقا در این سال همکارای ما روی از این کار کردن که ما این اطلس را نهایی کردیم. بر اساس از این 313 قریه و 117 ولسوالی در 25 ولایت کشور به شدت آسیب پذیر در برابر سیل، برفکوچ و لغزش زمین و زلزله پیدا کردیم. این پلان بر مبنای همین تدوین شد و ما نیاز سنجی کردیم که چقدر پول نیاز است تا برای تطبیق پلان ما دریافت بکنیم. کل بودجه حکومتی را که ما دریافت کردیم برای مصرف و تطبیق پلان در حدود 174 میلیون افغانی که بیشتر از 2 میلیون دلار میشه، اما این کافی نبود برای تطبیق پلان ما. ما دونر فراخوان دادیم در هماهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی، تانستیم در واقع اما 30 میلیون دلار را که تعیین کرده بودیم برای تطبیق پلان زمستانی، 24 میلیون دلار را هم قسم که شما مطرح کردین ما در هماهنگی با نهادهای حکومتی و مؤسسات ملی و بین‌المللی تدارک دیدیم. بله.
که این پلان تطبیق شود. محوریت های پلان هم برمیگرده به بازسازی سرک ها است، ببخشید پاکسازی سرک ها از هنگام مسدود بودن، و بخش دوم از این برای بجا شدای ناشی از جنگ های داخلی و ناشی از حوادث طبیعی، بخش سوم پاسخدهی برای متضررین رویدادهای طبیعی در مناطق اصلیشان و همچنان از حوادث غیر طبیعی که جنگ ها شاملش میشه. به سه بخش تقسیم بندی کردیم به صورت کلی که با جزئیات در هر بخش صحبت کرده میتونیم، روی ازی که ما در بخش پاکسازی سرک ها وزارت محترم ترانسپورت را با خود داریم، وزارت محترم انکشاف دهات را با خود داریم که اینا در حدود 8000 کیلومتر سرک را تعهد کردن که هنگام مسدود شدن راه موصولاتی در هماهنگی با ما باز خواهند کرد، که مرحله اولش پاکسازی راه موصولاتی ولایت به ولایت است، مرحله دومش پاکسازی راه موصولاتی ولایت به ولسوالی ها هست، و بخش سوم از این یا مرحله سوم از این پاکسازی راه موصولاتی قریجات به ولسوالی و قریه به قریه است که شورای انکشافی قریه ها هم در این قسمت با ما همکار هستند. و مرحله دوم ما بخش دوم پلان یا محور دوم پلان برمیگرده برای از اینکه چگونه ما بتانیم برای بیجا شده رسیدگی بکنیم در هماهنگی با وزارت محترم امور مهاجرین. البته با این وزارتخانه‌ای که نام میبرم ما تفاهم نامه داریم مشخصا که هنگام حالات اضطرار چگونه پاسخدهی بکنیم. در این قسمت کمپای موقت را رویش کار کردیم که در هم در زونهای ما و هم در ولایات ما موجود باشد. خدای نخواسته شاید به یک بارگی بجا شدای ناشی از حوادث طبیعی یا از غیر طبیعی می باشیم، دست کم برشان پاسخدهی به موقع بکنیم. بر اساس تفاهم نامه‌ای که با وزارت محترم امور مهاجرین داریم تا 72 ساعت اول حادثه مسئولیت اداره ما است که برای بجا شده پاسخدهی بکنیم، پس از او انتقال میکنه مسئولیت به وزارت محترم مهاجرین. مرحله محوریت سوم پلان ما برای متضررین رویدادهای طبیعی و یا غیر طبیعی در مناطق اصلیشان است که خانه‌هایشان به صورت کلی و قسمی تخریب میشه، ما حداقل در قسمت احیای مجدد خانه‌هایشان کار بکنیم که پول نقد برشان توزیع میشه، مواد غذایی و غیر غذایی در مناطقشان توزیع میشه، کیت‌های صحی برشان توزیع میشه. با وزارت محترم صحت عامه هم روی از صحبت کردیم، تفاهم‌نامه را به امضا رساندیم که در قسمت سالنگ ها با ما همکار باشند که در سالنگ جنوبی هم یک کلینیک سیار را در نظر گرفتیم و در سالنگ شمالی هم یک کلینیک سیار را در نظر گرفتیم که برای مسافرین ما به موقع پاسخدهی صورت بگیره و در قسمت صحتشان توجه جدی صورت بگیره. جناب عظیمی عزیزی که دعوت ما را پذیرفتین خیلی سپاسگزار شما هستم. در آخر میخوایم بدانم بپرسم که شما آمادگی عام تامتان را بخواد 4 ماه زمستان که باقی مانده یا 3 ماه زمستان که باقی مانده دارید؟ اگر خدای نخواسته یک حادثه طبیعی میشه میتونید که آنن شما رسیدگی بکنید؟ خب عام تام پاسخدهی بر اساس نیازمندی های مردم هنوز هم نیست که ما بتانیم تمام مناطق کشور را به گونه پاسخدهی بکنیم که هیچ مشکلی را شاهدش نباشیم، ولی با توجه از تجارب گذشته های ما و شاهد بودیم در سالهای گذشته که رویدادهای طبیعی چقدر مردم را متضرر ساخت، ما یک آمادگی های حداقلی را نسبت به سالهای گذشته گرفتیم که به موقع برای متضررین پاسخدهی بکنیم که در حدود 800 هزار انسان را ما میتونیم بر اساس پلان ما آنی برش پاسخدهی بکنیم. بسیار تشکر از حضورتان. بخیر باشید. 44-24 را فراموش نکنین. کمک کردن به خانواده های نیروهای شهدای نیروهای امنیتی هست. شما میتونین که بعد 44-24 تماس بگیرین و همچنان تکمه یک را فشار داده بعد از این پیام دریافت میکنین. به خاطر شفافیت این برنامه شما میتونین فقط 15 افغانی مصرف کنین و کمک کنین به کسانی که به شما نیازمند هستند. فراموش نکنین، باز هم تکرار میکنم، 44-24 برای تایید یک را فشار بدین، بعد از اینکه 15 افغانی از حساب شما رفت به این حساب، شما میتونین که یک پیام تاییدی دریافت بکنین به خاطر شفافیت این برنامه. خیلی سپاس از اینکه همکاری میکنین و وظیفه اخلاقی ایمانی و انسانی تان را در قسمت ادا بکنید. اگر شما میتونید که اقتصادتان خوب است بیایید کمک بکنید. از این لحظه وقفه، پس از وقفه دوباره برمیگردیم.